سعید باستانی رو به همه شما هموطنان تبریک و تهنیت عرض میکنم و برای شما سعادت و سلامت آرزومندم یا چیزهای از این قبیل وقتی ما این گونه سخن می گوییم و در واقع تعمیم میدهیم این تبریک و تهنیت رو به جمعی شیاطین رو هم شامل می شود. یعنی شما دارید این حلول سال جدید و عید سعید باستانی رو به جمیع ملت من جمله جنایتکاران و دزدان تبریک و تهنیت میگویید این درست بدان میماند که مردی محترم که فزون بر سه هزار سال عمر از اون گذشته وارد مجلس بزرگان میشود یک عده دزد و چاق و کش هم هستند و ما ورود این بزرگ رو به جمیع مجلسیان تبریخ و تهنیت بگویم بنده در اینجا و در خدمت شما میخواهم ورود نوروز باستانی رو به جمیع آخوندهای فیزیه و آخوندهای حکومتی و چاقوکشان آنها و مجلسیان دوست از صمیم قلب تسلیت ارز کنم به چه دلیل؟ به دلیل اون که همه کوشش های اینها برای براندازی نوروز و چهارشنبه سوری با شکست مواجه شد بنابراین این تسلیت بنده رو بپذیرید که شکست خوردید و سرفکنده در گوشه منازل نشسته این ارز کنم که در ابتدای سخن اما خدمت هموطنان بزرگوار در ایران و در بیرون از ایران هم تبریک عرض می کنم همه کسانی که دلشان برای ایران میسوزد همه کسانی که قربانیان ستمگری های این رژیم هستند همه ساکنان ایالت های محروم ایران مثل ترکستان سیستان و بلوچستان و جنوب و جاهای دیگر به اون هم تبریک ارز کنم به همه بچه هایی که با کمال شجاعت برای سیانت از شرافت این کشور به میدونهای جنگ رفتند و اکنون زخمی و علیل در کنج خانه ها خزیدند و دنیای تاریک و تنهای خود را در, در, در منتهای انزبا میگذرانند به آنها هم در واقع حلول سال جدید رو تبریک عرض می‌کنم. اجازه بفرمایید که ما یک بخشی از ابستا خدمت شما بخوانیم از گادهای زرتشت بزرگ میفرماید خدمتگذاری که برای رهایی مردم از تنگناها نکته بسیار بسیار مهم در این بند نه ارز میکنم که هست که من توجه شما وطنان گرامی رو بدون جر میکنم خدمت گذاری که برای رهایی مردم از تنگناها آفریده شده است باید این دستور ایزدی را به گوش هوش بشنود که شخص راستگو هیچگاه اندیشه آمیزش با دروغگویان و تبهکاران را به خود را نخواهد داد یعنی کسی که آمد در خدمت مردم که کمکی به مردم کند و راهنمایی به مردم بکند هرگز این پرنسیپ در واقع محکم و این وظیفه بسیار بالا رو زیر پا نمی گذارد که یک لحظه فرض کنید راستگو باشد یک لحظه دروغگو یک لحظه وطن فروش باشد یک لحظه یک وطن دوست میگوید خادمان مردم بایستی با راستگویان و درستکاران کار بکنند یه بار دیگه میخوانم خدمتگذاری که برای رهایی مردم از تعیناها آفریده شده است مثل تعینایی که ملت ما امروز بدون افتاده است باید این دستور ایزدی را به گوش هوش بشنود که شخص راستگو هیچگاه اندیشه آمیزش با دروغگویان و تبهکاران را به خود راه نخواهد داد ای جا ماست به حکیم کسانی که با دین و ایمان و دارای وجدانن با راستی و پارسایی پیوستگی داشته و سرانجام از بهترین پاداش برخوردار خواهند شد و یکی از بندهای زیبای در واقع گاتا با درود بر شما وطن گرامی مشیدی هستم در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم امروز روز دوشنبه است و 23 ماه مارس در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعته این به خدمتتون هستم امروز 15 دقیقه دیر آمدیم به دلایلی و آنچه دیدید و ملاحظه فرمودید مربوط است به ساعت پنج بعد از ظهر پریروز که پخش شد و ملازی کردید بخش های از اون را اتفاقا دیدم با گات ها تمام شد حالا با گات شروع می کنیم. یک عبارت کوتاه و می رویم سر مطالب می <coughs> چون وسوسه های شیطانی مانع از آن است کراه بهتر را آشکار دیده و برگزینند بنابراین خداوند جان و خرد مرا برای رهبری شما برگزید تا زندگی کردن برابر آین راستی به هر دو گروه نیکان و بدان بیاموزم یعنی تفاوتی نگذاشته است بین نیکان و بدان و وسوسه های شیطانی میگوید در ذات انسان مستقر هست بنابراین من آمدم که به هر دو گروه نیکان و بدان طریق راستی رو با راهنمایی راه راه خداوند جان و خرد بیاموزم اسلام میگوید چون سخنان ما به قدر کافی مستدل و معنوی نبود و مردم به اون توجه ندارند و نداشتن و ما رو بیرون کردن ما هم شمشیر برکشیدیم تا اموال ملت را ببریم و گردنهاشون را بزنیم به زور تا مسلمان شون این سیاست اسلام بوده از روز اول هنوز هم همون و ما چه مردمی هستیم که گرفتار اینها شدیم آقا گرفتار اینها شدیم به هر گوشه از کشور که نگاه کنی جز غم و درد و رنج و اندوه و آه و اصف هیچ پیدا نیست هیچ چیز دیگر نیست این آخوند یک قالبی دارد نه تنها آخوند یک قالبی دارد استالین هم یه قالبی داشت این قالب ساخته ذهن آخوند است ساختارش از ریاب و دروغ و خرافات و می شود که طمع ساخته شده است میخواهد جامعه رو ذوب بکند و فرد فرد این افراد جامعه رو در این قالب بریزد که همه شکل هم شوند دیکتاتوری همه مردم را شکل هم می خواهد شما فکرش بکنید که نشاط رو که در, در ذات انسان مرکوز هست روح انسانی نیازمند نشاط هست در نشاط و شادی رو بر ملت بس دوستی زنگ زدن از کیش گفتیم سبریک و این حرفا گفت که بله حالا که ازاداری ن ازای چی؟ فاطمیه است چون معلوم نیست که از کنم که حضرت ایشان کی فوت کردند بنابراین ما اونچه به تقریب میدانیم تاریخ اولین هست از همونجا عزاداری میکنیم و گریه میکنیم تا اونجایی که باهم. حالا که فاصله هم یازده ماه بود یازده ماه به سر میزنیم برای فاطمه گریه کنی. از اسلام هر شود که نکبت و خرافاتش نصیب ما شد بابا نگاه کنید به این کشورهای سنی به این عربستان سعودی آقا اسلام دست اوناست دست ما که نیست دین عربی مردم عربی پیغمبر عربی امام عربی و مردم عرب خوشا به حالشون ما یک مردم آریایی ایرانی اصلا ربطی نداره هیچ آشنایی زبان فارسی با زبان عربی ندارد هیچ ویژگی مشترکی این تبار آریایی با این تبار سامی ندارد به تله افتادیم به عوض اینکه سعی کنیم خود را از تله نجات بدهیم روز به روز آخون پروری کردیم و این اجده این در واقع اجدهای های سرد شده در زیر سنگ ها رو تغذیه کردیم تا آفتاب گرم تابید تا, تا تبدیل شدن هر به یک آدم خور فاطمه چی شده؟ چه خبر شد فاطمه؟ هیچی فاطمه فوت شد خب حالا ما باید تکتیف ما چیست؟ تکتیف ما این است که بر سر بزنیم و گریه کنیم یکی دوتا هم که نیستن که خدا رو شک که اون عباس و بقیه برا بچه و اینا در کربلا یه جا کشته شدن اگه نه یه روز عباسی هم بود دمانیم هم عباسیه علی اکبریه علی اسقریه. کم می آوردیم رو گروهی کشته شدن شد آشورا شانس بزرگ ماست ما خیلی مردمانی هستیم که نیک بخت حالا توجه کنید که این عباس رو 15 روز جلوتر میکشتن و پونزه روز میخواد روی دستان گریه من میخوام خدمت شما هموطن گرامی ارز کنم که برادر من تنها چیزی که در دست توست و در دست من است و در دست همه ابناع بشر هست زمان هست ما یک زمان داریم و هیچ زمانتی در طولانی بودنش نیست ممکن است بنده شب بخوابم فردا از خواب بیدار نشوم یا هر کدام از ما پای بگذاریم تصادفی بکنیم و در واقع برگردیم به زمین انا للارض و انا الیه راجعون ما از زمینی و به زمین برمیگردیم این انا لله و انا الیه راجعون این سخن مهملی است ما راجع میشیم به کجا راجع میشیم به زمین چون از زمینیم شما دیدید آدم از آسمان بیاد از پیش خدا بگن خدا این رو ساخته حالا وقتی که میمیره میره میره با آسمان میره پیش الله اون سرخپوست معروف آمریکایی از این آمریکایی های سرخپوست اولین کسی بود که از سرخپوستان در مجلس آمریکا سخن میگفت خب اینا آمده بودن جنایات بی حد در حق سرخپوستان کرده بودن این آقا رفت اونجا گفت آقا شما سفید پوستا پاشید از اروپا اومدید هی اینجا خط کشی میکنید و دیوار کشی میکنید اینا زمین من اون زمین من گفت آقا زمین مال هیچ کس نیست ما همه ما مال زمینیم نه زمین مال ما باری این تایم و زمان این یک پدیده است باید بهش توجه کرد در قدیم و ندیم مذهبیون فیلسوفان و دانشمندان سعی بر این داشتند که این زمان رو تعریف کنند که واقعا زمان چه پدیده است گروهی گفتند زمان وجود ندارد مگر حرکت وجود داشته باشد یعنی زمان با تحول به حرکت تعریف می شود اگر همه چیز جهان جامد شود و همه حرکات از میان برداشته شود زمان داره معنی نیست و چیزهای دیگر اما بر روی هم زمان عبارت از پدیده است که ما به توسط اون پدیده وقایع گذشته رو در میابیم و پریود اون وقایع رو یعنی فرض کنید که بیگ بنگ رو میگوییم مثلا 18 میلیارد سال بعد بعد از بیگ بنگ وقایع مهمی بوده است اونها را هم تکه تکه زمان معلوم میکند تا برسیم به عصر حاضر و با توجه به اونچه در دست ماست از گذشته علمی جهان میتوانیم گذشته را پیش بینی کنیم و مرحوم مغفور نیوتن که آمد که بزرگترین تا دانشمند تاریخ است علال اطلاق یعنی دانشمندی بزرگتر از نیوتن هنوز از مادر زاییده نشده است او تصور میکرد که زمان امر ثابتی است یعنی اونچه بر ما میگذارد این یک ساعت که بر ما میگذرد در مردیخی ها و نمیدونم در سایر اجرام و در همه جای یونیورس اینها همون ساعت است وقتی یک ساعت گذشت بر آنها هم یک ساعت میگذرد یعنی زمان پدیده جهانی بود یونیورسال یعنی جهانی همه جا اینها تا آقای آلبرت آینشتاین پیدا شد و در واقع نظری دیگر آورد و اون اینکه زمان با سرعت تغییر می کند و هرچه سرعت بیشتر شود زمان کوتاهتر می شود و یک در واقع بخشی از سوریش به نام تایم دیلیشن هست جز اون تئوری مشهور نسبیت یعنی که اگر دو برادر دو رو یکی رو سوار فرض ده سالشونه سوار یک موشک کنیم یکی از این دو برادر رو ده سال بفرستیم به فضا با سرعتی نزدیک به سرعت نور حرکت بکنن و بازگردن میبینیم که اون برادری که در موشک بوده چارده سال شده این برادری که روی زمین بوده 20 سال شده یعنی با سرعت زمان کوتاه میشود برای بگذاریم مقصودم این چیزها نبود تنها چیزی که در دست ما زمان هست یک انسان که به دنیا میاد یک پدیده ای دارد که خاص اوست و مال اوست و هیچ کس نمی تواند در او در تصرف کند و هیچ کس نمی تواند برای او تکلیف تعیین کند و اون عمر اوست و زمان اوست خیلی کوتاه هست یعنی زمان عمر من و شما فرض کنید 100 سال عمر کنیم همه ما نسبت به عمر کره زمین که چهار و نیم بیلیون یا میلیارد سال هست و دستگاه هستی که بعد از بیبنگ بنگ قریب 20 میلیارد یا کمتر یا بیشتر هست این از اون مگسی پدید و ناپیدا شده خیام هم کوتاهتر هست فرمود آمد شدنه تو ان در این عالم چیست آمد مگسی پدید و ناپیدا شد در دستگاه خلقت و در این عظمت لایه تناهی خلقت و دنیای هستی ما با مگس و ارز کنم که میکروب ها و با باکتری ها با و ویروس ها و اینا یکی هستیم هیچ فرق نمی کنیم اهمیتی نداریم در دستگاه خلقت که حالا قد گندگوی می کنیم از خداوند تبارک و تعالی می نشینیم ارز کنم که حرف می زنیم و پشه کی داند که این باغ از کی است در آو در بهار آمد و مرگش هست. چیز 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 در دی است یه همچی چیز چه درست شد شدم رفت بنابراین این تعریف از خدا کردن و تحلیل خداوند هستی کردن و از اینجور حرفا یک مش گندگویی است از موهومات و این زمانی که در دست توست ای برادر من یک بار بیشتر نیست چه رفتی رفتی چه رفتی رفتی حالا شما مختار هستی عمرت مصروف لات ها الات بکنی و صبح تا شب به خرافات بپردازی یا یک کار مفید برای خودت و برای خانوادت و برای محلت و برای شهرت و برای کشورت انجام بدید گروه ها گروه ما ببینیم که مفخران بیعقل با این کله هایی که به سطل های توخالی میمانند وارد میشوند به این پای صحبت این آخونده و یه چیزی این شکم رو میخورند که دیو درون بیار آمد و بعد با این سر پر از گاربج و آشغال و اینها از اونجا میروند بیرون خب این یک بار که فقط یک بار بیشتر نیست این یک لحظه دیگر تکرار پذیر نیست همین لحظه که من خدمت شما هستم این حرفا رو میزنم دیگه تکرار پذیر نیست رفت این باید صرف چه کارهایی بشود چند میلیون میلیون ساعت وقت ملت ایران صرف فاطمه و اسقر و اکبر و نمیدونم نقی و تقی و آقا آقا رویل کنین ما رو رها کنید ما رو آقا زندگی بکنن مردم خود اولاد اینها توجهی نداشتن به اینها اصلا اینها کی هستن اینها در تاریخ چه تأثیری دارن در کجای جهان اینها اصلا مشروعیت دارن در کدام مملکت در کدام دارالعلم تقی و نقی آثارشون گذاشته در قفسه های طلایی و مردم دارن سود میبرن از حکمت اینها یک مش آخون بودن اونها هم مثل اینها این بدهکاری ما به اینها تا چه حد هست آقا چه میزان عمر چه میزان پول چه میزان وقت چه میزان تخریب اقتصاد چه میزان گسترش خرافات باطمه حضرت فاطمه سلام الله علیها یه شوهری داشته خب حالا ظاهرش چگونه بوده خیلی هولناک بوده اینطوری که میگویم و تصویری ازشون هست اسب اسب می اومده سر تا پا پر خون آدم سر بریده بوده یه قمه هم داشته به این بربرندی خون آدم روش خوش شده بوده این زن بیچاره که زن لطیفی هم بوده حتما میباید اینا رو میشسته حالا ببینید شما صبح تا شب خون آدم بری میشویی از این لباس ها بخونی. از حالا این خوب خیلی خیلی طاقت و توان داشته این مدتی هم که زندگی کرده با مولا علی خیلی خیلی خیلی, خیلی. توان داشته هر زنی روز روز سوم دچار شک میشه دچار دوان پریشی میشه میمیره هر روز خون آدم به لباس پر از خون آدم به شورخ آویزون کنه نمیدونم به چی که خوش بشه که فردا باز بره یه سر ببره باز برگرده بیاد منزل قصه عجیبیست آره برادر من شما نه به خدا بدهکاری نه به پدر و مادرت بدهکاری البته احترام پدر و مادر برجاست اما شما نامه ای ننوشتی که منو به دنیا بیاورید که از خدا هم مستدعی نشدید که ما رو بیاورید به این دنیا که شما باید آزاد باشی و اون که دوستداری انجام بدهی و به مقاصد خودت و اون چه سعادت میدانی برسی نه به دکار خدا هستی نه به دکار فاطمه و علی و نمیدونم بچه های علی و سادات علی و نمیدونم محمد ابن عبدالله و ارز کنم به دکار هیچ کس نیستی پدر اینا زندگی رو بر مردم حرام کردن آقا هر سالی بهترین مغزهای ایران دارن فرار میکنن آقا اینجا گروه ها گروه در این کمپانی ها دارن کار میکنن برای آمریکایی برای آلمان ها چون جای زندگی نیست به مملکت هر گوشه نگاه میکنی ارتجاع است و بدبختی و رنج است و اندوه آقا یک عریضه باید این ملت بنویسند یه چندین میلیون امضا بگذارن که آقا شما از جان ما چه میخواید؟ طلب شما از این ملت چه چیزی است ای آخوندهای مفخور گردن کلفت ای دروغ گویان ریاکار ای میراثداران خرافات هر روز یک بامبول در میارن اینا فاطمیه آقا اگه فاطمیه است پس چرا برای بقیه دختران رسول شما کاری نمیکنید؟ اسمشون هم نمیارید چرا؟ چون شوهر کردن به عثمان ملعون آقا شوهر کرد به عثمان ملعون خیلی خوب به قول تو دختران پیغمبر که بودن که اسمشون نیست دو تا دختراش رو حضرت داده به عثمان زنورین اسمی هم شما نمیدونید از اینها به خاطر تبلیغات ملا و آخوند مگه فرق میکنه دختر با دختر یعنی که همه هم که از اینا از خدیجه بودن خب ویژگی ایشون چی بوده کتاباش بر جا مونده اختراعی کرده بوده نمیدونم چه میکرده که بایستی تعطیل بشود مملکت ایران به خاطر ایشون احترامش بر سر جاش یه زنی بوده بیچاره خیلی دیپرس و ناراحت بوده و از کنم که راضی نبوده از زنی زندگی و این شوهر و این بند و هم طوری که ما میفهمیم از تاریخ